حکایت جستن آن درخت که هر که میوه آن درخت خورد نمیرد. روزی مردی دانا به رمز حکایتی میگفت که درختی در هندوستان وجود دارد که هر کسی از میوه آن بخورد یا حتی میوه آن درخت را حمل کند، نه مرگ به سراغش می آید و نه دچار پیری می شود. پادشاهی ساده دل در حال گذر از آن محل بود و این جمله را شنید و عاشق آن درخت و میوه اش شد. سریع به دیوان کاخ رفت و یکی از دیوانیان دانای کاخ را برای یافتن آن درخت و میوه اش روانه هندوستان کرد. سالها می گذشت و آن قاصد بینوا گرداگرد هندوستان را شهر به شهر و جزیره به جزیره و کوه به کوه جستجو می کرد و هیچ نمی یافت. به هر که می رسید نشان آن درخت را جویا می شد. میان مردم بازیچه شده بود و هر زمان نشانی از آن درخت را از کسی می پرسید، عده‌ای با تمسخر به او پاسخ می دادند و می گفتند فقط دیوانگان به دنبال چنین درختی هستند. عده‌ای دیگر برای خنده به او سیلی می زدند و از خود دورشان می کردند و عده‌ای هم برای خنده بیشتر مدحش می کردند و می گفتند چون تو انسان زیرک و باهوش و پاکدلی هستی، بگرد حتما آن درخت را خواهی یافت و این جستجوی تو بی نتیجه و بی ثمر نخواهد ماند. تحمل این شکل مدح و ثنا برای مرد قاصد از هر سیلی آشکاری محکمتر و دردناکتر بود. آنها مرد بیچاره را با حالت تمسخر ستایش می کردند و به او می گفتند در فلان جنگل درختی هست سبز رنگ و بسیار بلند و ضخیم که برگ‌های بسیار بزرگ دارد. مرد بیچاره چاره‌ای جز اطاعت از فرمان شاه نداشت، پس بالاجبار به آن نشانی‌ها می‌رفت و در این راه از هر کسی چیزی می‌شنید. سالیان سال در آن دیار غریب سختی می‌کشید و شاه نیز برای تشویق و امرار معاش برایش مال بسیار می فرستاد. اما جز اخباری اشتباه از آن درخت چیزی حاصل آن مرد نمی شد و امیدش به ناامیدی مبدل گردید. نالان و گریان و دست از پا دراستر به سوی کشور و پادشاه خود روان شد. در بین راه خسته و ناامید در منزلی که شیخی دانا در آنجا نیز حضور داشت برای استراحت وارد شد. شیخ را دید و پیش خود گفت من که ناامیدم، حداقل پیش این شیخ می روم و بعد از دیدار و گفتگو به راه خود ادامه می دهم، شاید که دعای خیر او بدرقه راه من باشد. در حالی که عشق از دیدگانش روان بود، پیش شیخ رفت و گفت ای شیخ، اکنون وقت ترحم و شفقت است که من
مردی ناامید و درمانده ام و زمان لطف تو همین هنگام است. شیخ پرسید: بگو تا بدانم از چه چیزی ناامیدی؟ مطلوب تو چیست و رو به چه مقصودی داری؟ مرد پاسخ داد: شاه مرا برای یافتن درختی انتخاب کرد که آن درخت در جهان بسیار نادر و کمیاب است. شاه گفت: میوه آن درخت دارای آب حیات و جاودانگی است. سالیان سال در پی آن گشتم و حتی یک نشان از آن نیافتم و فقط خود را در معرض ریشخند و تمسخر ریشخند بازان قرار دادم. شیخ بلند خندید و گفت: ای مرد ساده دل، آن درخت درخت علم است که در دانایی نهفته است. درخت علم درختی است بسیار بلند و شگفت‌انگیز و پهناور و آب حیات و جاودانگیش از دریای بیپایان ذات خداوند سرچشمه می‌گیرد. چون تو به معنی ظاهری آن توجه داشتی، معنی باطنی را رها کردی و از این رو گمراه شدی. از علم با نام‌های مختلف یاد می‌شود. یکی می‌گوید آن درخت است، دیگری آفتاب می‌نامدش و دیگری دریا و ابر. علم صدها هزار خاصیت دارد و کوچکترین خاصیتش جاودانگی است. اگرچه یکتاست، اما هزاران اثر و خاصیت دارد و هر اثر و خاصیتش نیز بیشمار نام دارد. برای مثال میگویم، پدر تو برای شخص دیگری برادر است، برای دیگری پسر است، برای یکی باعث قهر و برای دیگری باعث آشتی، برای یکی دوست و برای دیگری دشمن است. اما او یک نفر است با ده‌ها نام و صفات مختلف. هر کس مانند تو فقط به دنبال نام بگردد، در پایان کارش به ناامیدی ختم خواهد شد. از نام‌ها بگذر و در معانی نظر کن تا آن معانی تو را به سمت ذات خداوند رهنمایی کند. تمامی اختلافات و جنگ‌ها میان مردم در همین نام‌های ظاهری نهفته است. چون به معنی توجه کنیم، تمامی آن اختلافات و جنگ‌ها از میان خواهند رفت و آرامش و صلح بر جهان برقرار خواهد شد. با آرزوی این که از شنیدن این حکایت نهایت بهره و استفاده را ببرید و دیدگاه خود را پیرامون این حکایت پرمعنا با ما و دیگر دوستان علاقمند به اشتراک بگذارید. روز و روزگار بر شما گرامیان خوش.